دوستای بسیار از زن شفیع یارستم یک بار دیگر بعد از عرض سلام باز هم شما را به برنامه امروز خود خوش آمد میگم. امروز 8 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. ای برنامه دوم ماست در ای روز سنده یا یک شنبه. شما قسمی که میفهمین آقای ارشد شاد همی ساعت از مدت ها بود که می خریدن. اما با سر یک دعوای که فکر میکنم هیچ ضرور نبود آقای ارشد شاد حداقل برای امیال در تلویزیون آریانا نیستن دیگر. یک تعداد از دوستا با ما تلفن کردن گفتن آقای شفیع یار اینمی آقای مسکین یار با اثر فشاری که در رابطه با برنامه شما و شما بود اینمی برنامه را از دست دادن و خوب نیست که ما در روی میدان ایلایشان کنیم که امی صدمه اقتصادی زیره اینا با عهده بگیرن. بنابراین برای ما پیشنهاد کردن که یک برنامه دیگه هم در تلویزیون آریانا شما بگیریم، پیسه شما میدیم. ما از یا عمیقا سپاسگزار هستم و واقعا باید نگذاریم که آقای مسکینیار صدمه اقتصادی ببینن و اینا اینمی تفاوق یا لوریج را که داشتن به خاطر پیسه ای را میخواستن همیشه استفاده کنن بر علیه آقای مسکینیار و هر تلویزیون دیگر، حتی تلویزیون صدای افغانستان یا به اینمی ترتیب یک شبه از اواد زمین زدن و همی کار اگر میتانستن سر تلویزیون آقای مسکینیار رو میکردن، سر هر کس دیگه همی کار میکنن و هم به پیسه که از جیب شما گدایی میکردن. بنابراین ما در حالی که از یا سپاس گذار هستم از یا هموطن های عزیزم دوست های عزیزم که خواستن امی برنامه دیگر هم برای ما اسپانسر شوند، اما ما باید بگویم که امی برنامه اسلامی در تلویزیون ها اینقدر زیاد شده که دور از قرآن پاک و دور از مقدسات ما دیگر تهوع آور شده. یک کمولا زیاد ما و شما یک برنامه اسلامی کار داریم، یک روز جمعه شنبه یا یک شنبه که کل ما بتانیم ببینیم و او یک آدم مهربان باشه، یک آدم با معلومات باشه، یک آدمی که بیایه برای ما یاد بده که چطور عبادت کنیم خداوند بزرگ خدا، که چطور سپاس کنیم خداوند، چطور به همدیگر خود رسیدگی کنیم، چطور مخلوقات خداوند دستگیری بکنیم، چطور به دریای احترام بکنیم، چطور به کوه، چطور به آب، چطور به درخت و چطور جزء از این طبیعت باشیم و در عین زمان این طبیعت را به شکل سالم استفاده کنیم. یک کسی که برای ما نماز ما را به درستی تشریح کنه، روزه ما را، یک کسی که ما را کافر نگوید، یک کسی که هر روز مرد پیشانی های ما نزنه کافر، یک کسی که زن ما را بد اخلاق نگوید، دختر ما را، دارسی اولاد ما مثل از یا نگوید که ولی اینی دارسی تان اینی جوش گرفتین یا کرسچن در حال که آیت قرآن است که میتونه نیمانم کل فامیل در گوشه مندازه نیمولا. اینه تا آدم نباشه، یک آدم مهربان که بیاید و ما یک پل شوه بین ما انسان ها و خداوند و برای ما یاد بده که برای رسیدن به خداوند، برای خوش ساختن خداوند چطور ما یک انسان خوب باشیم در زمین، چطور دیگه مخلوقات دیگه انسان ها را احترام بکنیم، کمک بکنیم تا اونو خداوند بزرگ او را از ما به شکل عبادت قبول بکنه. ما کار نداریم یه همه مردم هایی که پیش چشم ما 2 میلیون نفر ما را کشتن و یک لونگیگک میزنن و یک ریشک میمانن و بروت هم کل میاین و دو زده میره پلا گیره. ما خوشحال هستم و در این زمان متاثر هستم که من مسئولیت یک بخش از این جنگ داشتم در 18 ماه گذشته، اما ما و شما یک نتیجه خوب گرفتیم. ما ضرورت به برنامه دوم ندارم، دمی یک برنامه 18 ماه اینو میبینیم که یکی از سنمه براین خاموش میشن، مورشان از دستشان مفته، اونایش که مانده فامیدن که دیگه باید که مور گنده کثیف در پیشانی مردم نزنیم. ما علمای دین نیستیم، ما آدمای خودخواستیم، مغرض هستیم،
راز میگه میشه فیار 2 میلیون نفر در افغانستان کشته شده، هنوز ما دیگرهایشان میخواهیم در اینجا به دعا و به تاویز بکشیم. اینی یک نتیجه خوب دار. من در زندگیم همیشه میگم که خوبترین و نزدیکترین رفیقایم بیدل بوده، مولانا بوده، حافظ بوده، فردوسی بوده، مثلا سنایی بوده، فرخی بوده، خیام بوده، مولانای بزرگ بوده. ما که تزیا کلام شدیم و خوشبختانه که اینمی کتابا پناهگاه ما شد، اینمی کتابای مقبول زیبایی که من اینجا دارم که باید کلگیش احترام کنم و باید ببوسمشان یکی کی یا با ما یک پناهگاه شدن. ما از یا بسیار آموختم. یک شعر بدل که شاید در جمله اولین اشعار است که ما خواندیم و برای همیشه در کلیم حک شده، بسیاری اشعار از کلیم رفته اما این حک شده. بدل میگه آب را از چه میبرند فرو؟ میگه میفهمی که آب چرا میخورند؟ اما تو که شب میکنیم کل آب میره نه؟ میگه میفهمی که چرا آب اما تو میبلندش استخوان ندیده اندر او؟ میگه از خاطر که دی استخوان نداره، او بیچاره استخوان نداره، سخت نیست، نرم. یعنی مانایش که او انسان اواره نباش، نرم نباش که قرطت میکنن در دنیا. گرز سختی علم نمی بردن. میگه اگه از خاطر سختیش نمی بود که زمین گلون تیر میشد و گلون رنج نمی داد. سنگ را هم چو آب میخوردن. میگه والا سنگ هم مثل او میخوردن. یعنی که او نباش، سنگ باش و از سنگ هم که در سخته را درشته. و ما این را یاد گرفتم که باید سنگ باشم. شما اگر برین در لب یک دریا که مردم ماهی میگیره، میبینین که آقا ماهی گرفته، ماهی را کشیده، در یک ساعت انداخته که در شب هم نیست، ماهی اتو میکنه، اتو میکنه، اتو، در واقع جان میته. ماهی شب میزنه مردن خوده، برای تو چیغ میزنه خاموشانه، چون ماهی صدا نداره، خاموشانه برای چیغ میزنه که من میمرم، اما تو همونجا ماندیش فرق نمیکنه. گوسفند کس اتو ستمکش نمیکنه. ما و شما ماهی را ستمکش میکنیم، اما اگر ایمان دیگر ستمکش نمیکنیم. یعنی به ایمانا که خاموش نباش مثل ماهی که باندت که جان بتی و تو تنها شب بزنی، صدای تا بلند کو، استاد شو، حرکت کو، یخنشانه بگی. همین کارم در میعجرم و مکدم، یا متاسفانه یا خوشبختانه. این یک جنگ آسان نیست، این یک جنگ آسان نبود. باور کنین در این جنگ 3 چیزه اگر نمیداشتی رفته بودی، اگر شفیع یار نمیداشت وقت پریده بود از این میدان. منطق، معلومات و قربانی. ما گردن خود در علقه ریسمان بسته کده آمدن در این میدان و به دلیل و به منطق و به معلومات. از همین خاطر بود که یادگر در پیش رویم یکی خاموش ماندن. اینی آقای ارشد ارشاد اگرچه به اثر از این که آقای مسکینیار از تلویزیون بیرونشان کردن برنامه خود از دزداد، اما باور کنین یک ماه بعد پیسه نداشت. سیمینومر یک هفته پیش اعلان کرد که من دیگه پیسه ندارم، تا 3 هفته دیگه اگر کمک نکنین میجه نمی باشم. یعنی ما اگر تشکری کنم، باور کنین از شما دوستایی باید کمتر تشکری کنم، از دوستای از یا باید تشکری کنم. اول یا فکر کردن که میشه فیایان حتمی کافر از زده دینه، اینا بر علی ما شدن، بر از یا زیادتر کمک کردن. اما بعد از دیدن برنامه هایم بخصوص این 6 ماه آخر یا متوجه شدن که نه ولا اینمی نفر اگرچی ولا سر ما بعد هم میخوره که همون ترشخندی ها میکنه و خنده ها میکنه، یکان رو زیر گیر کنیم که می یک شکم لغت کنیم، مگر به خدا گپایزی درست است. اما دیوانه ترینشم فهمید در دل خود که والا شفیع یار راست میگه، درشت میگه مگر راست میگه، برشخندی میگه مگر راست میگه. بنان یا چی کردن؟ پیسه خود از این نفرا گرفتن، دیگه ندادن. یا خب فکر میکنن که تا عمق در جهان است، یعنی اینمی عمق هست و ما پیسه میگیم. مردم بیدار شد، مردم گفت نه، ما باید از اینی مردم بسیار تشکری کنم، ما باید از هر یک شما
هموطنهای عزیزم تشکری کنم. چرا ما خوبه یا پیسه نمیدادیم، شما پیسه میدادیم و شما متوجه شدین و پیسه تان قطع کردین. باور کنین به یا پیسه دادن یک گناه اسلامی است و یک گناه انسانی است. صرف نظر از اینکه شما شفیعیان را بد میبینین یا خوب میبینین، باور کنین اینمی کار را که شما کردین یک کار کاملا درست بود. یعنی نه ما و نه همه گی دوستای ما میتونستیم کمی کار را کنیم که شما کردین. ما سیمینو ما را پس نمیتونستیم، هیچ کدامش را نمیتونستیم. شما کردین به خاطر جیبتان را بسته کردین، متوجه شدین که نه 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 یا ارزش ندارن، نه عقل دارن، نه منطق دارن، نه برای قربانی حاضر هستن. کلگیش کی را میگفت؟ پیسه بدین شما، شفیعیان را بکشین شما. همی هر روز یا میگفتن که والا سیکو اینمی شفیع عیار ای چی شد غیرت ما، برین بکشین. سادات ما میگه پا میزد، ارشد ما میگه پا میزد، اونم آدم برنامه خود همیشه مانده. اما شما متوجه شدین، دستتان گرفتین، دستتان ازشان گرفتین و قلبتان ازشان گرفتین و مغزتان ازشان گرفتین. اینا باختن و باید میباختن. ما خوشحال هستم که در این میدان ایتون مردانه آمدم. ما یه عادت هم هست، ما در زندگیم در ایت یک جنگ مهم هیچ وقت بدون جرات نرفتیم. یک دفعه یادم میاد کاتیگرافی خود افغانستان یک جای میرفتیم، دو سه روز رفته بودیم، روز چهارم نان ما خلاص شد. یعنی یک روز دیگه رای ما مونده بود، نان ما خلاص شد. این رفیق ما بسیار بار خطا بود، گفتم میرفت که والا شفی جان نان خلاص شد، چطور یک روز دیگه؟ آخر من خنده کردم، گفتم او بچه قوار خطا نباش، خیره که نان خلاص شد. نزد من جان و جگر موجود است و ما در هر وقت اساس در زندگی خود وقتی که ساده شدیم جان و جگر خود در اوجه مانده ایم، ولی بدون عقل و منطق هم نرفتیم. ما معلومات داشتیم همیشه در ارتباط جنگ، عقل و منطق داشتیم و جان و جگر خود هم در پشتش ماندیم و همیشه گفتیم که اگر جز به کام من آید جواب، اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. هموطن عزیزم، ما نمیخوایم یک برنامه دیگه داشته باشم. امیالیم اینمی ما شما مردم بسیار به زحمت انداختیم. این ملاکی این ملاکی این ملاک، ملای کل که ملای کور که ملای مویدار که ملای کلادار که ملای لنگیدار که ملای ریش سرخ که ملای ریش سیاه که ملای ریش سفید، ملا زیاده به خدا. ما سر شما مردم ظلم میکنیم. هم یک ملا دیم یک تلویزیون به خدا برای ما و شما بس است. بنان ما همی ظلم سر شما نمیکنم که به حیث ملای کل دیجه بیم یک برنامه دیگه بگیرم. اگر چی برنامه ما شما میبینین که یک برنامه ضروری است، اما اون دم یک ساعت ما یاره کلشان پس کردم. باور کنین در یک و نیم سال ما در افغانستان هم کل از یاره پاک میکنم، یک و نیم سال دیگه افغانستان هم از یاره پاک میکنم و در انتخابات هم ما شما بسیار خوب اسه میگیریم. اما این نمی برنامه را که شما هم متنایزم به ما توفه دادیم، پیسه شمیتین، اسپانسر میشین، این را به این ما زمین طرف شما به نام شما توفه میتون به اکتیاد جوانای ما، اکتیاد جوانای ما که بیاین دیگه یک برنامه موسیقی داشته باشن، موسیقی انترنشنال. ما جزو یک کمیونیتی جهانی هستیم، ما یک دیکده دیگه جهان هستیم و باید امون نقش بازی کنیم. باید ما آیست آیست با موسیقی مردم بلد شیم، با نان مردم، با عرف مردم. یک روز یک آقا میاید یک نان ایتالیایی میکنه، یک روز دیگه یک نان هندی میکنه، یک آقای دیگه میاید دیگه موسیقی یک مملکت دیگه، یکی دیگه راجع به عرف عنانش، یک جوش میه، یک کریسچن میه، یک هندو میه، یک بودیست میه، یک مسلمان میه، یک ایرانی میه، یک آذری میه، یک از یک مملکت اروپایی میه. آیست آیست مثلا ما از انیمال پلانت میتونیم بگیریم، مثلا از نشنال جیوگرافیک میگیریم، از یوتیوب میگیریم، دیگر چیزا، یک برنامه که جالب باشه. و این را کی میتونه؟ این یک تا جوانای ما که در اینجا مکتب رفتن، در اینجا کالج رفتن، یونیورسیتی رفتن، گراجویت شدن، چی در مکتب است، چی در کالج، چی گراجویت شده، این امینا میتونن. و با امی تکنولوژی که امروز در جهانه ما میتونیم که از یا یک کلکشنشانه، یک گروپشانه داشته باشیم. مثلا یک آقا در جرمنی میگه من در ایم کاری میکنم، یک آقای دیگه در فرانسه میگه، یکی در افغانستان، یکی در پاکستان، یکی از امریکا، یکی از چی. مثلا ما یک مرکز برای از یا میگیریم
در لاس آنجلس، مثلا 3-4 نفر از لاس آنجلس یا از تورنتو، اینا مرکز از زیر میداشته باشه، دیگران در این شامل میباشه. ما در این یک کمک کمک میکنم، ما خیلی که متعقن شدیم که دیگر کجراها کشانده نمیشه، دیگر در غیر از اون مادهی حصه نمیگیریم. به این ترتیب یک برنامه که خوب میشه. به طور مثال یک آقای کتاب نشته کده، میتونه یک روز به موجه در رقم و کتاب خود سرش گپ بزنن. یک آقای دیگه، یک خانم دیگه، یک شاعر است، یک نویسنده است، یک آقای دیگه یک دستاورد علمی داره، یک خانم دیگه در بزنس میفهمده، یک دستاورد اقتصادی خوب داره، یکی دیگه گراجویت شده از یک یونیورسیتی خوب آمده، میخواد همون تجربه خود شریک بسازه. اینا رو ما میتونیم که در این برنامه جای بدیم. یک آن وقت شاید حتی آقای مسکینیار یک ساعت اضافی خالی داشته باشه، میتونه امور دونیت کنه، یا میتونه که ما شما یک کمک پیسه دیگه بتیم امور هاف پرایز بخریم یک چیزه. با این ترتیب تلویزیون آقای مسکینیار تقوی اقتصادی میشه، ما شما از او یک استفاده خوب میکنیم، مردم خدا به یک در رای درست تشویق میکنیم، بخصوص کسایی که در افغانستان هستن، و کلی ما از این لذت میبریم. بنابراین ما شما هر کسی که هستین در هر جای دنیا که هستین، ایمیلم، تلفنم، اینای ما هستم، میتونین در فیسبوک هم برین. من فیسبوک بسیار فعال نیستم، بسیار کم هستم. دو سه فیسبوک به نام شفیع عیار اونا از من نیست، دوستای دیگه به نام ما واس کردن و ما سپاس میکنم، کوشش کردن که مرا کمک کنن. اما ما یک فیسبوک دارم به نام PEP Afghans. ایرم ما اصلا جور کرده بودم این فیسبوک به خاطر اون مظاهره که ما در مقابل سفارت های پاکستان میخواستیم کنیم به نام پاکستان امبسی پروتست بای افغانز، نه انال PEP افغانز. شما میتونید از اون طریق هم که ما تماس بگیرید. در ضمن در وقتا در فیسبوک میخواهیم که همی لینک برنامه ما را زیادتر بمانین و کم در فیسبوک فعالتر شوین تا که ما زودتر انتشار کنیم، هر جای رواج بیافیم، در جای قدرت بیافیم، در جای وقت مردم ها زیادتر در رابطه باشیم. هفته آینده ما دو برنامه می داشته باشم، تنها هفته آینده. این دو برنامه در مورد هنر رقص است، در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران تا هندوستان، همین کشورهایی که در رابطه بودن با خط ابریشم، اینمی هنر رقص هم تشریح میکنم که چطور با وجود آمده در اینمی منطقه و چی یک نقش را بازی کرده. باور کنین که ما اگر شما یک روز در مورد ما تصادفاً یک کتاب نشته کنین، یا در مورد ما یک برنامه داشته باشین، یا یک مقاله نشته کنین، باور کنین اینمی دو برنامه ما شاهکار ما میباشد. شما تا حالیم بدون از اینکه من لاف زنم از ما بسیار برنامه های خوب گرفتین، برنامه هایی که در کمیونیتی افغانی حداقل متصور نبود، اما با حساب همی تمام کمیونیتی های کشورهای پالوی ما همی برنامه هایی که ما بر شما دادیم اعتقاد از این بسیار برنامه مهم و مقبول بوده. اما باور کنین نمی دو برنامه ما شهکار ما می باشد. امروز ما یک چند خواندن برای شما انتخاب میکنم، خدا کنه که شما کتی سلیقه ما در جنگ نشین. خواندن اول ما از یک هنرمند به نهایت خوش صدا است که ما به نهایت خوش دارم، زرسانگ هستن. ما یک دفعه در یوتیوب می دیدم که کدام نفر امی زرسانگ را گرفته، ای وزش یک خانمه که افریقایی که گدایی میکنه ای را گرفته، باز یک خواندن زرسانگ را در بکگراند مانده، یعنی ایتا نشان میده که گویا می زرسانگ است و فکر میکرد که ای واقعا خنده‌آور است، اما بسیار متاثر کننده بود. متاسفانه در یوتیوب هم یوانای مایگان کارا میکنن که من نمی فهم چرا دیگه کار میکنن. به طور مثال یک دختر رقاصه را از صبح سرد میمانن و زیرش نشته میکنن که خدا نکده خدا نکده دختر آقای کرزی، یا که دیگه میمانن نشته میکنن در زیرش که خدا ناکده خدا ناکده دختر احمد شاه مسعود. یا خنده‌آور هم نیست، یک سلیقه درست هم نداره و ای به هیچ وجه سازنده نیست. شاید یک یادی که بسیار عقده داره بخواه که یک کمک عقده خود مرفوع بسازه، شاید به او فایده کنه، اما برای مملکت ما یک چیز صحتمند نیست. نکنین این کاره. حتی کسایی تان که ما تو برنامه دیجه داریم یا کلپ ها اینا رو پس کنین، پاکش کنین، دیگه جایی نداره.
آدم اتا با دیدنش بد اخلاق معلوم میشه. خواندن دوم یا خواندن بلوچی است. یه هم یکی از خواندن هایی است که شاید مایلی یک 50 بار شوندیم به این آیت خوشم میاد. لطفا این رو گوش کنین. بعد از اون در پشت از یک تا خواندن های دیگه است که لینکش هم آور تلویزیون آریانا میتونم که بازی کنن اون خواندن ها رو. و هر زمانی که وقت برنامه ما پوره میشه دیگه برنامه ما قطع میشه و ما امیاله با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
پیر زالت شنوار لونگینا شنوار لونگینا خواهر و مادر پیر زالت شنوار لونگینا شنوار لونگینا همه میگندگر بیا شوم فدایت شنوار لونگینا شنوار لونگینا Shinvare lavangina, shinvare lavangina, shinvare lavangina.
ستاری پرسی نے سنائی کلندر شاہ کلندر عرش پہ کلندر عرش پہ کلندر اج باو بتاؤ اس کی نشانی دفتان کی لڑائی سے حسینی گلا کیا کر مرشد کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کا نام لیا کر
سایش با احتیاط کردن آهستگت سرایش برگشت جانب من دیدم رخ چماهش چادر برای فگندن با دست پر هنایش رنجید از حیا گفت آن از حیا رمیده آن از حیا رمیده رنجید از حیا گفت آن از حیا رمیده آن از حیا رمیده در آقوم خرامی آن ماه نورسیده آن ماه نورسیده زمان کشال میره گلار چیده چیده گلار چیده چیده کشور حسن با باغبان قدرت خلاق داور حسن سر تا به پا لطافت ای ماه انور حسن در جمع خوب رویان هستی تو سرور حسن آخر زتن برایت این جان غم کشیده این جان غم کشیده آخر زتن برایت این جان غم کشیده این جان غم کشیده در آقوم اقرامی آن ماه نو رسیده آن ماه نو رسیده دامن کشال میره گلاه چیده چیده گلاه چیده چیده زمین میده در آغوش من که برده رفت زیبایت فکر و هوش من بیا ای نازنین میده در آغوش من که برده رفت زیبایت فکر و هوش من میده میده یاری زیبا گرد شدم میده نازنین دختر ای دختر افا میده میده یاری زیبا گرد شدم میده نازنین دختر ای دختر افا چشمان سیاه توست همه ایران آن صورت زیبای توست همه ایران آن چشمان سیاه توست همه ایران آن صورت زیبای توست بزن چرخو بزن شانت نکو بهانه بزن چرخو بزن شانت نکو بهانه بزن چرخو بزن شانت نکو بهانه بزن چرخو بزن شانت نکو بهانه
میده میده یاری زیبا گد شده میده نازنین دختر آی دختر افغان میده میده یاری زیبا گد شده میده نازنین دختر آی دختر افغان شفای قلب بیمارم تو هستی چراغ محفل امشب تو هستی شفای قلب بیمارم تو هستی بزن چرخو بزن شانه نکو بهانه 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 میده میده یاری زیبا گد شده میده نازنین دختر آی دختر افغان میده میده یاری زیبا گد شده میده نازنین دختر آی دختر افغان میده میده یاری زیبا گد شده میده نازنین دختر آی دختر افغان قشنگ و دل رو بایی گنجشکا که تلایی قشنگ و دل رو بایی دامت کنم رامت من دامت کنم رامت من تا پیشکم بپایی تا پیشکم بپایی تا پیشکم بپایی تا پیشکم بپایی گنجشکا که تلایی قشنگ و دل رو بایی
ناسا قده رسای تناسا چشما را سرمه زدی چشما را سرمه زدی نیمه نگای تناسا نیمه نگای تناسا نیمه نگای تناسا نیمه نگای تناسا گنجشکا که طلایی قشنگ و دل ربایی گنجشکا که طلایی قشنگ و دل ربایی دامت کنم رامت من دامت کنم رامت من تا پیشکم بپایی تا پیشکم بپایی تا پیشکم بپایی تا پیشکم بپایی گنجشکا که طلایی قشنگ و دل ربایی
گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم.